سلام دوستان عزیز، شب همگی بخیر. امیدوارم که شب خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و از خستگی جمع آثارم در اومده باشید. انشاءالله یکی دو جلسه اید بحثمون رو باشیم. جمع سلام سخت نبود، فقط یه مقدار مفاهیم داشت که براتون توضیح داشت. مرسی. عرض به خدمت شما این که یه نکته من تا یادم نرفته خدمتتون عرض بکنم. ما مدار دومون چون میخوایم فرکانس طبیعی رو شروع کنیم، نیاز داریم که معادلات دیفرانسیل بدونیم. یعنی ما هفته بعدی مدار دو اول معادل دیفرانسیل میگم، ولی معادل دیفرانسیل که این ترم میخوام بگم نسبت به فیلمی که شما ممکنه بعضی قبلا دیدید متفاوت خواهد بود. یه مقدار میخوام خلاصه تر، نه که کم بگم، اون چیزی که نیاز شما هست رو بگم و چیزای اضافه تر رو وارد نشم که اذیت نشید و بعد از اون وارد فرکانس طبیعی بشیم. خب آماده درس شروع کنیم؟ خیلی عالی. این جلسه هم سعی کنید که سوالی دارید با میکروفون بپرسید تا انشالله این دفعه آمپر بالا نیاد. خب چه بحثی داشتیم؟ تقارن، درسته؟ اون سوال مدار دوی خود سوالش ایراد داره، اون جیه که منفی جی باشه و اون کسی که با زد حل کرد راهش درسته. اگه به جواب نرسیدی احتمالا اون جیه منفی جیه خود سوال هم کنم ایراد داشته باشه. چیز خاصی نداره اون سوال، همون یه امپیدانس رو که حساب بکنید، اون دو قطبی رو بیار بیرون، امپیدانس رو حساب کن، یه وای اینورس میتونی ازش به دست بیاری و چیز نکته ای نداره که فکر کنین اشتباه کرده باشید. من روش ادمیتانستون رو متوجه نشدم، ولی خودم مثلا با اون امپیدانس سر میکنم، امپیدانس رو یا ادمیتانسش رو میام معادلات رو مینویسم و آی رو بر اساس وی مرتب میکنم یا وی رو بر اساس. این جلسه اصلاحاتمون اونطور که اون کمتره برسته میکنیم که تا 11 دیگه برسیم. خب شروع کنیم. تقارن چیه؟ ما تا الان تحلیل مدار مقاومتی رو یاد گرفتیم، کیویر، کیسیل، تبر نورتون و جمع آثار. نکته که وجود داره اینه که بعضی از مدارات متقارن هستن. یه لحظه فیلم رو استاپ کنیم، من این من باشه شاش کنم ادامه بدیم. بعضی از مدارات متقارن هستن، یعنی که یه ساختار خاصی داره که شما اون مدار رو با استفاده از خواص اون تقارن و متقارن بودنی که داره میتونین راحت تر سوال رو تحلیل بکنین. پس ما این جلسه میخوام یه تکنیک به شما یاد، تکنیک هم نه یه مفهومی میخوام به شما یاد بدیم که با اون بتونید مدارات رو راحت تر تحلیل بکنید. مداری رو بس که میگیم متقارنه، یعنی که نسبت به محوری متقارن هستش. مثلا این مدار نسبت به این محور متقارنه، یا این مدار نسبت به این منبع جریان متقارن هستش، یا این مدار نسبت به این محور قرمز متقارن هست. اینو میگم مدار متقارن. چند حالت برای مدار متقارن داره. یعنی که شما قراره یک مدار متقارن رو حل بکنید. دو تیپ سوال داریم. یکی این که حل مدار متقارن که آقا میخوای ولتاژ و جریان مدار رو حساب بکنی. دو، معادل تونن یا نورتون، یعنی مقاومت معادل رو میخوای حساب بکنی. پس ما اینجا بهتر اینا تو جداتون هم بنویسین، چون حس کنم بچه‌ها بوده تو این مشکل داشتن. تحلیل
حالا نقطه کارم فعلا نمیرسم برسم تحلیل چی بگیم، تحلیل مدار متقاره. خب قراره که یک مدار متقارن رو تحلیل کنیم، ولتاژ و جریانش رو به دست بیاریم. یه حالت اول اینه که مدارتون تقارن داره و منابع مدارمون هم جهت هستن یا هم پولاریتن، یعنی که اگه منبع اگه مثلا مدار متقارن است در این روی این محور تقارن، حالا مقاومت ها نظیر به نظیر، باید نظیرها رو بدونی که چی با چی تقارن داره. R1 با R1 نگاه به اسم نکنید، تا جایگاهش رو باید نگاه بکنی، یعنی وقتی اینجا تا میزنی چی رو چی میفته، R3 با R3 و مقاومت نظیر رو میتونی پیدا بکنی. اگر منبع جریان باشه، حالا تغییر که دارم میگم، فرض کنید که اون منبع جریانی که هم تقارنش هستش یا متناظر اون هست، اون هم همجهت باشه، یا اگه منبع ولتاژ داری اون هم جلو مشکل نیست که داریم جلو پس این محور تقارن داریم، مقاومت نظیر به نظیر و منبع همجهت یا همپولاریته باشن. تو این حالت چه اتفاقی میافته؟ ببینید این تحلیلی که الان دارم بهتون میگم و خوب نگاه بکنید، قبول دارید اگر این منبع جریان من باشه، این منبع جریان یه مداری سر راه خودش میبینه، اگر این منبع جریان که داره جریان میزه اینجا یا منبع ولتاژی که اگه داشتی فرق نمیکنه داره ولتاژ و جریان داره میده، اگه یه ولتاژی روی رو این نقطه بندازه آ، دقیقا همون ولتاژ هم یا جریان یا این روی نقطه آ میفته. یعنی که اگه بخوام نقطه بررسی کنیم، اگه بالا ولتاژ آ پریم رو داشته باشی، آ هم با آ پریم برابره، یعنی که چرا، چون منبعی که این طرف سمت راست داری مداری رو داره سر راهش میبینه که این منبع سمت چپی داره میبینه، پس آ ولتاژش با آ پریم برابره، بی با بی پریم برابره، سی با سی پریم برابره، نقاط متناظر ولتاژشون با هم برابره. یا اینکه میتونیم بگیم چون جهت جریان ها هم جهت هستن، شاخه های متناظر جریان های برابری دارن، یعنی جریان این در این جهت اگه 1 میلی آمپر یا 1 آمپر باشه، این جریان هم در این جهت 1 آمپره، یعنی شاخه های متناظر جریانشون با هم برابره. R1 اگه جریانش با این R1 هم جهت هم برابره، R3 هم به همین صورت. فقط یه نکته که وجود داره، یه سری شاخه ها هستن مثل اینجا، مثلا شما داره میگه R4 جریانش با این جریان برابره نسبت به این محور تقارن، چه جریانی باید داشته باشه روی یک شاخه که خلاف هم باشن و با هم برابر باشن؟ صفر دیگه. پس شاخ رو مدار متقارن، شاخه ای که محور تقارن رو قطع کرده و عمود بر اون هستش، به خاطر اینکه جریان ها با هم دیگه برابر هستن و طرف چرن یکسانی دریافت میشه، این جریان صفر میشه. یعنی که برای اینکه مدار رو تحلیل بکنی، چون این جریان صفر هستش، من میتونم بگم آقا این مقاومت R6 روی این نقطه اثری نمیذاره چون جریانش صفره، R4 هم رو B اثری نمیذاره چون جریانش صفره، و R5 هم به همین صورت. یعنی اگه این طرف مدار رو بخوای تحلیل بکنی، کاری به این طرف نداشته باشه، یعنی که من میتونم این مدار رو اینجاشو تحلیل بکنم، یعنی مداری که هم پولاریته و هم جهت هستن منابعشون منابع متناظر، مقاومت های عمود بر محور تقارن حذف میشه، حذف که میشه این مدار باز، یعنی که شما میتونی از این نیم مدار سمت راست یا نیم مدار سمت چپ استفاده کنی. اونایی که الکترونیک هستن بعدا بهشون میگیم که چه کاربردهایی تو درس الکترونیک داره، تو بحث تفاضلی اونجا کاربرد داره، تو درس مدار هم که تو کنکور کاربرد داره، درس مدار مداری که داری حل میکنی عملی نیست، اینو تو کنکور و امتحانیه و کاربرد عملی به اون صورت ندارن این مدارات، برای آموزش هستن این مدارات. مثال یه شاخه هم بین R4 و R5 گرفته این وسط، چه اتفاقی میفته؟ جریان های متناظر با هم برابر دیگه، اینجا با هم دیگه R4 و R4 با هم سری نیستن که صفر بشن، اگه یه مقاومتی داشته باشیم این یه جریانی داره این نمی جریان، چون دیگه با هم سری نیستن دیگه صفر نیستن. اوکی همین فهمیدم.
موقعی صفر میشن که مقاومت های متناظر باشن و جهتشون رو هم اینجوری بیفته که یعنی رو محور تورم باشه. اگه مقاومت باشه صفر نمیشه اینا. نکته که وجود داره قبل آرچار هر جریان داشته باشه اینم داره. پس چه جریانی تو این میره دو برابر این جریان؟ من یه آرایکس اینجا گذاشتم میخوام اینو تحلیل کنم. خب اگر این جریان به جریان همیشه هستن اینا هم برمیه جورتشون دارن سمت جلو. من نمیفهم از سوالتون چیه. و این هم که آره ایکس. خب پس این آی و اینجا چه جریان ازش عبور میکنه؟ دو آی. آها صدای من برای همه قطع میشه؟ پس خانم امیدوار شما صدای ضبط میکنین همه آقای فخرالعالمی، چون من خودم برنامه ضبط ندارم. خودتون آقای عالمی میتونید استوب کنید چیز رو، تصویر منو استوب کنید که اگه مشکل اینترنت دارید. خانم امیدوارم بر خانم امیدوار چه شکلیه. خب اوکی بریم جلو. پس این آر ایکس جریانی که ازش عبور میکنه، میخوام مدار رو ساده بکنم، میتونم بگم آقا اینا که خب روی محور تورم عمود بر محور تورم و جریانشون صفره به خاطر اون دلیلی که گفتم متناظرن و با هم، این شاخه های متناظری که با هم سیر شدن، شاخه های متناظری که با هم دیگه سیری شدن توی حالت اولی که هم جهت هستن جریانشون صفر میشه. و یه سری شاخه ها هستن که عمود یعنی در که این شاخه ها دیگه نظیری باش نیست، خودشون رو محور تورم. دو تا جریان شاخه متناظر ازش عبور میکنه، دو برابرش عبور میکنه. اگه مدار رو ساده تر کنیم میتونیم مدارش رو نصف بکنیم، یعنی اینکه خب چون دو تا شاخه متناظر سری هستن قطع میشه. این هم که آی بوده جریانش، اینجا دو آیه. من میتونم یه کار کنم برای اینکه اینو میتونم سری کنم، این دو رو بغل آر ایکس میذارم و میگم اینم جریانش آی، تو کی وی ال تأثیری نمیذاره. پس ما میتونیم شاخه ای که در راستای محور تقارن هستش مقاومتش رو دو برابر کنیم و اونم که عمود بر محور تقارن هستش یا دو تا شاخه دو تا مقاومت سری متناظر هستن رو باز کنیم. این مدار رو اگه شما تحلیل بکنید میتونید تمام جریان های سمت چپ رو حساب بکنید. فقط جریان آر ایکس معروف این آی نیست، دو آی هستش، یعنی آی که داری حساب میکنی دو برابرش میشه جریان آر ایکس تو مدار اصلی. بفرمایید خانم تمام. سلام استاد، اگر به جای اون مقاومت های سری که عمود بر محور تقارن منابع بود چی؟ حالا یا منبع ولتاژ بود یا منبع جریان بود، حالا یه مقدار برابری دیگه، اگه یه دونه منبع جریان باشه که بگیم مدار از ساعت دیگه، یعنی به جای اون مقاومت های آرشیشی که الان خیلی طرف باشه، اینم براش میگشتن رو کن. اگه دو تا منبع ولتاژ باشه یه طوری که مدارت به قول معروف حالت تارون رو داشته باشه، یعنی این مثبت این منفی، این مثبت این منفی، درسته؟ میگه آقا آب جرنش که هیچی، در مورد ولتاژ چی میتونی بگی؟ میگه آقا مگه این آ پریمه با آ برابر نیست؟ بله. خب پس اختلاف ولتاژشون، اختلافشون هم اگه اینا با هم برابر باشن اختلافشون هم برابره. پس این ولتاژ میتونیم چی بگیم؟
حتی اینو اگه بخوای تحلیل رو کنی، بخوای نصف کنی مدار تو، میتونی نصفش بکنی، خب اصلا اگر ولی نصف بگیم نه، که نصف میشه نمیتونی بکنی. اتصال کوتاه میشه دیگه، درسته؟ طرفش یعنی نمیتونیم بر کجا حلش وصلش کنی؟ نه نمیتونی ازش. این یه مدار از تقارن در میاد اینطوری. پس نه معبد اینطوری، باشه. نه اینجوری بهت نمیدن اینا رو. نه مرسی. حالا اقلا اینا بازم فکر کنی ببین که آجوم ولتاژ رو میخوای اگه نصفش کنیم چه کجا باید وصلش بکنیم؟ نه خواهی نمیتونیم به جایی وصل کنیم اونو. جریان چرا میتونی؟ شما میتونی یه کار کنی. قبول داره که این شاخ متناظر با این شاخ هست، یعنی این رو محور تورانی عمود بر محور تورانی، جریان این با جریان این برابره، همین قبول دارم. پس جریان این شاخه صفر، قبول دارید؟ درسته دیگه، دو تا شاخه متناظر روی محور تورانی با هم سری شدن، دو تا شاخه متناظری که سری بشن جریانشون چیه؟ صفر دیگه. نه خب حالا میگیم جریان این صفره، من میتونم بازم مدار رو نصف کنم، یعنی این کار رو انجام بدم، یه منبع ولتاژ اینجا میذاری، پس این هم اینطوری بازه، اینجا بازه، مثل اینجا که شما دیدی که سری کردی باز کردی، اینم باز میشه اینجا، یعنی اون جریان صفر تو اینم جریان صفر، ولتاژ اینجا هم ولتاژ این نقطه تماس. چرا اومد تو دو برابر کردم؟ چون مدارم میخواستم نصف کنم که تحلیلم راحت تر بشه. اگه مدارتو نصف کنی اون مقاومت آر ایکس با آر چهار سری میشه، جریان آر چهار آیه، ولی تو این مدار اصلی جریان آر ایکس دو آی هستش، باید دو تا مدار با هم معادل باشن تو کیویه، یعنی کیویری که اینجا زده میشه میشه آر چهار ضرب در آی در دو تا آی آر ایکس، یعنی اگه بخوای اینا آر ایکس بذاری اینجا آر ایکس آی میشه تو مدار نیم، و اینکه کی وی ال هم با مدار بالا یکی در بیاد، من دو تا آر ایکس گذاشتم، یعنی مدار اگه مدار بزرگی بهتون دادن که متقارن بود و گفتن ولتاژ جریان رو حساب بکن، شما اون محور تقارنی که داشتی اگه شاخه متناظر رو هم افتادن باز میکنی، اگه یک شاخه متناظر داشتی تراس محور تقارن بود اون مقاومتش دو برابر میشه، و با نصفه چپ یا با نصفه راست کار میکنی، هر کدوم از این ولتاژ رو حساب بکنی با متناظرش برابره. هر سوال بسید هم جواب منو گرفتید یک بدید که من بدونم بیشتر زیادی توضیح ندید، این قانون رو رعایت کنید. حالت دوم، منبع خلاف جهت و غیر همولاتی، همون مداری که داشتیم رو در نظر بگیرید، فقط حالتی که وجود داره اینه که منبع جریانمون خلاف جهت باشه یا منبع ولتاژمون پولاریتشون با هم متفاوت باشه. خب چه نکته ای داره این؟ اینه که قبول دارید که مثلا اگر اینجا مثلا مثبت منفی بود وی اس، مثلا اینجا منفی مثبت وی اس، این منفی هم دیگه هستن، حالا چه منبع جریان منفی هم دیگه است چه ولتاژ دیگه، قبول دارید؟ یعنی اگه با آی اس شما اینجا یه وی بی برات ساخته، با منفی آی اس اینجا منفی وی بی میسازه نقطه متناظرش، این همه قبول دارن؟ چون مداری که این منبع سر راهش میبینه همونیه که متناظرش سر راهش میبینه، فقط مقدار منابع با هم دیگه فرق دارن، یعنی توی منفی با هم تفاوت دارن، پس ولتاژایی که تو فرمولا همه یکی هن با هر کدوم از منابع ولتاژا رو حساب بکنی، ولی جهتا چون تفاوت داره یه منفی به خاطر منبع هستش که اونو قرینه میکنه، یعنی که مداری که منابع اینطوری هستن ولتاژ های متناظر قرینه همدیگه هستن. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا اگه وی آ باشه اینجا قرینش میشه، اینجا وی بی باشه اینجا قرینش میشه، و نکته ای که وجود داره اینه که روی محور هر نقطه باید این نقطه قبل قرینه خودشه، چه مقداری هست که چه عددی که قرینش به خودش برابر میشه؟ صفر دیگه، درسته؟ ولی جریان این شاخه صفر نیست دار. چرا؟ چون وی بی اینجا منفی وی بی، یه جریانی ازش عبور میکنه،
پس تو حالتی که منابع ولتاژ یا منابع جریان خلاف جهت همدیگه هستن متناظر، شاخه های متناظری که با هم سری شدن نقطه تماس ولتاژشون صفره و جریان الزاماً صفر نیست، ولی تو وقتی که هم جهت باشن یا هم پولاریته باشن شاخه های متناظر جریانشون صفره. درست شد؟ یعنی که من مدار رو بخوام راحتتر تحلیل بکنم، نقاط تماس شاخه های متناظر تو حالت دوم، یعنی نقاط تماس محور تقارن، نقاط تماس اون ولتاژشون صفره، من میتونم چیکار کنم؟ اینا رو که صفرن بیام اتصال کوتاه کنم، به هم دیگه وصلشون کنم، مقاومت نیست، این اتصال کوتاه. تو حالت اول مدار باز میکردی، اینجا ارسال کوتاه میکنی. حالا این مدار رو شما حل بکنی، ولتاژ آر رو حساب بکنی، ولتاژ وی رو حساب کنی، متناظرش قرینه این مدار میشه. دوچو با هر کدوم از این مدارات، این مدارا میتونی تحلیل کنی، مدارات رو حل بکنی و نقاط متناظر رو با توجه به قوانین که بهتون گفتم بگی چی هستش. اگر مقاومت به سطح عمودی در راستای محور تورم قرار گرفته باشه چه اتفاقی میفته؟ مگه ولتاژ اینجا صفر نشد؟ ولتاژ اینجا هم صفر و اینجا هم صفر، پس این از آروای جریان عبور میکنه؟ نه. مگه این دو سر اتصال کوتاه نشدن به هم دیگه؟ پس این آروایه حذف میشه، یعنی اون شاخه هایی که بین این دوتا هستن که اتصال کوتاه بود کردیم چی میشن؟ هست میشن دیگه، طبیعیه، چون جریان ازش عبور نمیکنه، ولتاژ سرش هم صفره. اوکی ام جلو. آها این چیزایی که الان گفتم، خب خیلی کم سوال اینطوری داده بودن از چیزایی که بهتون گفتم. چی گفتم؟ استاد اگه ولتاژ دو سر صفر بود الزاماً جریان، ولتاژ دو سر مقاومتی که دو سر مقاومت اگه ولتاژش صفر باشه یا هم ولتاژ باشه جریانش صفره، مقاومت فقط. این چند نکته که الان گفتم خیلی کم سوال دادم که تو درس الکترونیک ما ازشون استفاده میکنیم و درس مدارم گفتم بهتون، ولی یه چیزی که خیلی متحسش و سوال تو کنکور میدن اگر قانون تورم بدن این قسمت هستش که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. فعلا سوالات از شما مقاومت معادل از دو سر خط تقارن رو میخواد. بخونیم چی نوشتم. در صورت که یک مدار نسبت به یک محور افقی، عمودی یا مورب تقارن داشته باشه، یعنی شما دقیقا مقاومت‌ها رو نظیر به نظیر نسبت به اون محور فرضی که تو ذهنت داری بتونی تشخیص بدی و اینا با هم برابر باشن، مقاومت معادل رو میتونی اگه گفته باشه از دو سر خط تقارن به دست بیاری، میتونی مدارت رو تا بزنی و وقتی تا میزنید نقاط هم پتانسیل رو هم دیگه میفتن. یعنی چی؟ فرض کنید که چنین مداری رو داری، از شما گفته چی؟ مقاومت معادل دو سر آ و بی چنده؟ مدار رو نگاه میکنی، مدار خیلی بزرگ، مدار که خیلی بزرگ مطمئنه یه نکته توش نهفته است. اول از همه مقاومت معادل رو میخواد، پس منابع مستقل چی میشن؟ خاموش میشن دیگه، پس این وی اس خاموش میشه، آی اس هم خاموش میشه، مدار کاملا متقارن میشه دیگه. نه خب بچه ها، گفته از دو سر آبی، دو سر آبی مقاومت معادل رو حساب بکن. تو ذهنتون یادتون بیاد در حالت کلی وقتی مقاومت معادل میخواستی حساب بکنی یه منبع تست اعمال میکردی با جریان 1 آمپر، قبول داری؟
قبول داری این جریان تستی که داره اعمال میشه سمت راستش هر مدار میبینه، سمت چپش هم همون مدار رو میبینه دیگه. اول سمت راست یه دو اوم میبینه، هشت اوم نکن، سمت راستش رو میبینه دو، هشت، چار، چار، بالا هم یه پنج داد بید. این از سمت چپ هم که میخواد حرکت کنه یه دو، هشت، پنج، چار به همون فرمی داره میبینه. پس مدار کاملا متقارنه. پس قبول داری که ولتاژ این نقطه با این نقطه برابره؟ چون دو تا مدار یکسانی دید. از اینجا یه گام دومی برداشت، از اینجا هم یه گام دومی برداشت. پس این ولتاژ با این ولتاژ برابره. دوباره این نقطه که با این نقطه برابر بود، سرش یه 8 و 4 داره می‌بینه، یعنی یه گام چهارمی برداره میاد تو این نقطه. اینجا هم همونا دید. پس این ولتاژ هم با این ولتاژ با هم برابرن. یعنی ما میتونیم ولتاژ نقاط هم پتانسیل رو روی همدیگه قرار بدیم، به همدیگه وصل کنیم. چون نقاط معادل رو میخوایم میتونی این کارم انجام بدی، چون مدار متقارن است میتونی تا بزنی، نقاط هم پتانسیل رو همدیگه قرار بدی. چه اتفاقی میفته؟ این چیزی که من نوشتم اینجا به خاطر این بود که نقاط هم پتانسیل رو تشخیص بدی. برای اینکه نقاط معادل رو حساب بکنیم مدار پایین استفاده میکنیم. نگاه کن، دو با دو متناظره، نقطه قرمز با نقطه قرمز هم پتانسیله، هشت با هشت سبز، زردم با زرد، قرمزم با قرمز، و نقاط هم پتانسیل رو همدیگه قرار بده. و از آبی بهش نگاه کن، نقطه آبی نگاه کن، نقطه آ و بی، یه نقطه آمون آبی رنگ بود بالا نوشتمش، همون جاست نکنیم. قبول داری که بین آبی و قرمز، بین آبی و قرمز تو این مداری که من دارم چه مقاومت هایی هستش؟ بین آبی و قرمز همین دو اوم هستش و هم این دو اوم. یعنی من دو رو با دو چی میکنم؟ موازی میکنم، در اصل اینو تا زدم. بین قرمز و مثلا این نقطه آخر، مثلا رنگ چی بذارم؟ سبز میذارم، اینجا هم سبزه. بین قرمز و سبز چی داری؟ چار اوم و چهار اوم، یعنی دست تا زدی رو هم چار. و نقطه که وجود داره، قبول داری بین دو تا نقطه هم پتانسیل پنج اوم قرار گرفته؟ پس این پنجه چی میشه؟ اتصال کوتاه میشه دیگه، هست میشه. اون شیشه هم به همین صورت، یعنی دست تا هم که میزنی اتفاق میفته. یعنی دو سرش به هم وصل میشه، ششم هست میشه، پنجم هست میشه، و از مدار دیگه دوم اینجا باقی میمونه. دو سر آبی از سمت راست نگاه کن که تا زده باشی، مدار رو تا بزن، از سمت آبی به سمت راست نگاه کن، یه دو میبینی، هشت میبینی، عمودی چار و چهار، حتی این چار با چار موازی هم هستش. حالا مدار تو مقاط معادلش رو حساب بکن، چار و چار با هم موازی، با چار و چار سری، این سری با هشت و هشت موازی، با دو و دو سری. استاد ببخشید، اگر مقاومت ماده رو از یه جایی به غیر از خط تقارن میخواست نمیشد تا بزنی؟ خب خیلی سوال قشنگی پرسید. این چیزی که الان بهتون گفتم، حالا به یه بیان یا حالا بهتر یا بدتر توی کتابا نوشته، ولی این نکته رو اشاره نکرده که اگه محور تقارنمون جای دیگه از مدار باشه، مدارمون هم متقارن باشه، باید چیکار کنیم؟ کسی میدونه؟ خب فرض کنید تو همین سوال گفته باشه مقاومت معادل رو از این دو سر حساب کن. جسارت من نمیتونم، حالا شما سوالاتو که داریم حل میکنیم متوجه میشید که تقارن چی هست، نمیتونم دوباره از اول بگم، ولی سوالات که حالا حل میکنیم متوجه میشید، چیز خاصی نگفتیم، حالا سوال که حل میکنیم متوجه میشید. خب ببین، اگه شما مثلا فرض کن منبع مسافتم خاموشه، از اینجا یه منبع تست اعمال کنی، آیا وقتی این جریان داره پخش میشه نقاط هم پتانسیل ایجاد میکنه؟ نه، مدارت متقارنه، نسبت به اینجا متقارنه. یعنی اینجا اگه شما منبع تست اعمال بکنی، این نقطه با این نقطه هم پتانسیل میشه، ولی اگر اینجا داری به مدار نگاه میکنی، نقطه هم پتانسیلی ما نمیبینیم. یا مثلا
مثلا بیاد اینجا بگه از اینجا نگاه کن، اینجا هم تقارن نداره. یا مثلا این دو سر یه جریان یه آمپری مثلا بره اینجا، باید نسبت به محور تقارن نگاه بکنی مدارت. اگه اونجا باشه مدار میتونی از تکنیک تقارن. بله بله 100%. اصلا من تاکیدم اینه که تو این قسمت تقارن برخلاف کتاب منابع دیگه که فقط مدار متقارن میبینه میگه تا بزن، من با این خیلی مخالفم. تا رو میگم بزن اشکال نداره، ولی دیده تو درست کن. ما چرا داریم تا میزنیم؟ چرا؟ علت رو باید بدونی. علت به خاطر اینه که شما داری مقاومت معادل میبینی. هر جایی که داری مقاومت معادل میبینی یعنی در عمل یا در واقعا در عمل یه منبع تستی به اون مدار از اون جای اعمال شده و جریان پخش شده. چون به یک نحو جریان پخش شده و نقاط متناظر ایجاد میکنه، این به خاطر همینه که داره اتفاق میفته. پس هر جایی که مدار متقارن بود امکانه. اصلا اگه منابع خلاف جهت بودن که همون تاسه بود چی؟ اصلا توی این مدار منابع ولتاژ من ساعت من نفهمیدم. ساعتون اگه دارید تایپ میکنی قشنگ تایپ کنی، من نفهم. کلاس داره ضبط میشه. لطفا هم میکروفونتون رو دیگه فعال کنید دیگه. بفهم. ببخشید استاد، بفهم. من مثلا اینجا تو سوالی که خانم اموشایی پرسیدن، بله اگه بیایم مثلا تار رو بزنیم بگیم مدار از اینجا متقارنه، بعد بیایم از دید همون دو سری که گفتیم نگاه کنیم، کاملا اشتباهه دیگه. ببین تار رو میزنی باید از جایی تا بزنی که محور تقارنت باشه. خب مثلا از همون محوری که ما میدونیم دو طرف متقارن میشه تار رو بزنی یه مدار؟ نه نمیتونی، نه نمیتونی کار بکنی. یعنی تو میگی میخوام از اینجا برم مقاومت معادل رو حساب کنم، اول بیام تا بزنم بعد بیام از اینجا نگاه کنم، میگم نه نمیشه. درست میشه. پس اگر نقطه پتانسیل جای دیگه بود نمیشه تقارن گرفت. نشه بفهم. اگه اونجا نقاطمون هم پتانسیل نبود، یعنی یکی میشد وی آی یکی میشد منفی وی آی، یعنی همون طور که مثال قبل گفتی، وقت اینجا چه اتفاقی افتاد؟ تا نمیتونی بزنی. هم. دقیقا نقاط متناظر باید هم پتانسیل باشن تا بتونی تا بزنی. مثلا اگر نقطه پتانسیل جای دیگه بود نمیشه تقارن گرفت. اگر نقطه پتانسیل جای دیگه بود نمیشه تقارن گرفت. من متوجه نشدم سوال چیه. این که میگیم تقارن یعنی که این دوه، اینم دوه که بتونه ولتاژ اینجا و اینجا با هم برابر بشه و که از اینجا داری به مدار جریان پخش میکنی. محور تقارن یعنی همون جایی که منبع تست رو میخوای اعمال کنی. خب بفهمم. یه سوال داشتم اینجا، ما مقاومت الان صدا میاد؟ بله بله. اینجا مقاومت معادل که خواستیم حساب بکنیم گفتیم که منابع رو خاموش میکنیم، بعد شرط ما بررسی کردیم، خب اینا با هم متقارنن. بله پس یعنی الان این منابعی که اینجا هست چیز نداریم، ما براش محدودیت نداریم اگر خلاف نه. نه حتی بچه ها نیا کنین، اگه اینجا یه منبع مثلا ولتاژ باشه، اینجا یه منبع جریان باشه، نمیدونم این چون اینا خاموش میشن، خب درست تأثیری نمیذاره. ولی اگر مثلا این سوال من جواب بدید، اینجا روی این شاخه یه 2 ولتی باشه، اینجا 4 ولتی باشه، میتونیم تقارن بزنیم؟ خاموش میشن دیگه، هر جفتشون خاموش میشن، پس مدار متقارن میشه. درسته. و حالا یه سوال دیگه، همه فهمیدن؟
اگه جفتشون هم منبع جریان باشه اتفاق میفته، ولی اگه یکی منبع جریان باشه یکشون منبع ولتاژ میشه، نه دیگه چون اون با اون مدار باز باز میشه. میشه یه اتصال کوتاه میشه. آره درست نمیشه، فهمیدید شو؟ آره مرسی. تو ساعت تعارون تا حالا منبع وابسته ندادن، اگه بخواد تعارون منبع وابسته بده وابستگیش باید تناظر داشته باشه، مثلا تا حالا ندادن. من نمیدونم بگه بخوایم بدیم چه شکلی، مثلا فرض کن یه منبع ولتاژ، اینجا هم یه منبع ولتاژ، منبع وابسته، خیلی خاموش کنید اگه صحبتی ندارید، منبع وابسته دیگه مثل منبع ولتاژ نیست که خاموش بشه، یعنی جاش مهمه که دقیقا متناظر باشن با هم دیگه و جنسشون هم مثلا باشه، یعنی اگه این دو آی هست این هم دو آی، یا یعنی اگه این دو آی یک هست این دو آی دو، مقادرشون مثلا هم باید باشن چون مقاومتی، یعنی هم مثل مقاومت داره عمل کنه. آی یک اگه آی یک اینجا تعریف شده، اینجا باید چی تعریف شه؟ آی دو. یا مثلا اگر اینجا آی دو تعریف شده اینجا آی یک، یعنی دقیقا رو مقاومت‌ها یا شاخه‌های متناظر باید اون ایندکس یا کنترل کننده قرار بگیره. بفهم این سوال تا اینجا ندن ها، خب خیلی قشنگ دیگه بدن سوال بیمشید بفهم بیمش استاد، اونجایی که گفتین که دو ولت ها یکی دو ولت یکی چهار ولت چون حذف میشن مشکلی نداره، استاد خب توی مثال قبل ما یکی رو آی اس گذاشیم یکی رو من های آی اس، نه نه ولت ها قرینه ایجاد میکرد، گوش کن ما یه تیپ سوال داریم میگه ولتاژ جریان مدار رو حساب کن که خب خیلی تاثیرگذاره، اون دو حالت اولی بود که گفتم. یه تیپ سوال هست مثل اینا میگه مقاومت مادر رو برو حساب کن. مقاومت مادر آره یه من به مصدر خاموش میشه من بریم جا فهمیدن همه. یه روش دیگه برای اینکه سوال رو حل بکنی اینه که اصلا تعارض بلد نیستی منبع ت استعمال میکنی، فقط باید حواست باشه کدوم نقاط هم پتانسیل هم، وی آ با وی آ پریم هم پتانسیله، وی بی هم با وی بی پریم، و که شما یه منبع وی تی با جریان 1 آمپر اعمال میکنی دو تا مسیر سر راهش میبینه، سمت راست و سمت چپ دقیقا با هم مشابهن، پس این 1 آمپر نصف میشه چون دو تا مسیر مشابه میبینه. اگه سه تا مسیر مشابه میدید تقسیم بر 3 میشد و حالت های دیگه که بعد تو مثال بعدی داریم. خب پس یه دومش این طرف میره یه دومش این طرف، چون وی آ و وی آ پریم هم ولتاژ هستن پس از پنجم جریان عبور نمی کنه دیگه رو محور تورانته، از 6 اوم هم چون دو سرش هم متناظر هستن جریان عبور نمی کنه. خب پس اینا بازن، پس یه دوم که اومد اینجا دوباره دو تا مسیر میبینه، یه چون اینا دیگه باز شدن فرض کن اینا بازن یا کن بالا یا باز، یه دومی که اینجا اومد یه 8 اوم اینجا میبینه، 4 و 4 هم با هم سری میشه 8، 8 و 8 تقسیم جریان نصفش میاد این طرف نصفش میره اون طرف، یعنی 1/4 و 1/4 جریان رو که بسازی یه کیویر که بزنی وی تست به دست میاد که شده چند 3 اوم، یعنی با قسمت قبلی برابر میشه. گفتیم که یه منبع رای دوم اینه که منبع تست استعمال کنی، یه منبع وی تی با جریان 1 آمپر، 1 آمپر که داره چون مدار متقارن هستش 1 آمپر که داره میاد، یه مدار سمت راست تو اگه نگاه کنی یه مداری میبینی که همونه که سمت چپ میبینی دقیقاً 2 8 4 4، پس نقاط متناظر هم پتانسیلن وی آ وی آ پریم وی بی و وی بی پریم، بعضی مقاومت ها حذف میشن مثل شیشم که دو سر دو تا نقطه متناظر قرار گرفته چون جریانش صفر میشه دیگه، یه مقاومت داشته باشی ولتاژ دو سرش با هم برابر باشه یعنی اختلاف پتانسیل صفر دیگه جریان میشه صفر، پنجم هم به هم اسرائیل هم هست میشه. پس یک آمپر اومد 1/2 سمت راست 1/2 سمت چپ، 1/2 که اومد اینجا چون دو تا شاخه بالایی جریانی نداره یعنی 8 با 4 به علاوه 4 یعنی موازی، 1/2 داره میاد نصفش میاد این طرف چون 4 4 میشه 8 اینم 8 دیگه نصفش این طرف نصفش اون طرف تمام شد رفت جریان رو ساختی. یه کیویر اگه تو این حلقه بزنیم وی تی میشه 1/2 ضرب در 2 به علاوه 1/4 ضرب در 8 که میشه 3. خب سوال داری اموشایی؟ استاد سلام.
استاد ببخشید نفهمیدم چرا 5 آمپر و 6 آمپر صفر، ببخشید 5 اوم و 6 اوم صفر شدن جریانشون؟ قبول داری که VA/VA' هم پتانسیله؟ بله. اگه این یه ولت باشه اینم یه ولت باشه جریان 5 چی میشه؟ میشه 1 منهای 1 تقسیم بر 5. مرسی من. خب. آخرش چیزی نشد دیگه، من KVA زدم VAT رو حساب کردم، این روش دوم بود. VAT اون شد چند؟ 3 اوم. سوال بعدی گفته اگه تمام مقاومت ها 9 اوم باشه آر آ بی کدومه؟ ببین از آ و بی خواسته، از آ و بی قبول داری مدار نسبت به آ بی متقارنه؟ همه اینو قبول دارم؟ یعنی این شاخه با این شاخه متقارنه، این زرده با این زرده متقارنه، این زرده با این زرده، آبیه با این آبیه، یه سری شاخه هم رو محفر تعارون هن مثل این قرمز ها که اینا رو محفر تعارون هن. یعنی کدوم اگه مثلا ما بخوایم دید مداری داشته باشیم از آبی داریم منبع تسمال میکنیم، قبول داری که نقطه دی با سی هم پتانسیله، نقطه ای هم با نقطه اف هم پتانسیله، یعنی ما میتونیم تا بزنیم نقاط هم پتانسیل رو هم دیگه. خب برای اینکه اشتباه نکنید بچه ها، ببینید نقاط گره های رو بذارید، مثلا سی رو مشخص کن، دی رو رنگی مشخص کن، بی و اف و ای هم که به هم بستن دیگه، هیچی، آ هم که مشخص کن. ببین بین نقاط چی داری؟ مثلا نقطه آ رو نگاه کن، من مشخص کردم اینجا بین آ و س، اول نقاط هم پتانسیل رو به هم دیگه وصل می‌کنیم. خب بین مثلا حالا این اگه رو هم دیگه تا بزنی ببین چی قرار میگیره، بین سبز و قرمز چی داری؟ دو تا مقاومت دیگه، پس 9 بوده دیگه، 9 و 9 با هم موازی میشه، میشه 9 دوم. اینه بین نقطه آ و سبز چی داری؟ سه تا مقاومت بود دیگه، نه؟ میشه 9 سوم. بعد که اینا رو هم دیگه تا بزنی بین این سبز و این نقطه پایین چی داری؟ چند تا مقاومت؟ این زرد است دیگه، میشه 9 سوم. بین این قرمزه و آبیه چی داری؟ یه سبز اینجاست، اینم که تا زده میشه، دوتا میشه، همشه 9 دوم. بین نقطه آ و نقطه پایین چی داری؟ وقتی تا زده میشه یه شاخه این طرفه، اونم که میفته روش میشه 9 دوم. بین نقطه آ و سی چی داری؟ نکا آ و سی، سی با دی هم پتانسیله، هم اینو داری و هم اینو داری، یعنی تا که میده این دوست جفتشون داری، میشه 9 دوم. این مدار رو داری؟ از آ و بی من چون تعارض داشت من تونستم تا بزنم، حالا میخوای از آ بی مقاومت معادل رو حساب کنی، از کجا؟ از این دو سر، درسته؟ بچه رو محور تعارض گفتیم اون قاطی نکنید بچه. ببین ما دو تا تیپ سوال داریم، یکی این که میگه آقا جریان و ولتاژ رو برو حساب کن، که اون دو تا قانون بود دیگه، رو محور تعارض دو برابرش، دو تا حالت اول. یکی این که میگه مقاومت معادل رو حساب کن، مقاومت معادل دیگه دو برابر اینا نمیشن، رو هم دیگه میافتن تا میزنی نقاط هم پتانسیل رو پیدا میکنی. خب درست شد؟ حالا این مدار رو داریم، از کجا میخوایم حساب کنیم؟ از دو سر آ و بی. نکن از آ و بی میخوایم مقاومت معادل رو حساب کنیم. الان چیزی هستن که با هم آیا من میتونم بگم مثلا چی بگیم؟ بگیم که الان چیزی با هم سری موازی هستش؟ نه.
یه پل ویلسون داری میبینی، ستاره هم میشه زد، بله، ولی پل ویلسون هم میبینی. گفتیم آقا هر موقع دوتا مثلث داشته باشی، من میکنم برای خود سوال با چی حل کردم؟ آره درسته، ویلسون رفتم. بچه ها گفتیم ویلسون اگه دوتا مثلث داشته باشی که یک شاخه مشترک داشته باشن میشه ویلسون. با مثلث ستاره هم میتونی، ولی ویلسون خیلی راحت تره. نیا کن، قبول داری این یه مثلثه؟ گفتیم نشونه ویلسون چیه؟ این یه مثلث، اینم یه مثلث که یک شاخه مشترک دارن. شاخه مشترکش مگه این نیست؟ همه قبول دارن این که دارم میگم؟ یکو بدن که من برم بعدی. گفتیم شرط این که این شاخه کلن این باشه ویلسون و از این جریان عبور نکنه، دو تا شرطه. یکی این که ضرب روبرویی ها 9 دوم ضرب در 9 سوم و 9 سوم ضرب در 9 دوم با هم برابر باشه. شرط بعدی چیه کسی میدونه؟ کسی نمیدونه؟ نه؟ گفتیم آقا پل ویلسون برای اینکه از شاخه وسط جریان عبور نکنه، برای اینکه از شاخه وسط جریان عبور نکنه و شاخه وسط به عنوان شاخه وسط پل ویلسون به حساب بیاد، اون منبعی که داری به مدارت اعمال میکنی نباید با شاخه وسط تماس داشته باشه تا این بشه پل ویلسون، و در این حالت جریانی از شاخه وسط عبور نمیکنه. تمیدن همه؟ پل ویلسون رو یه بار بخونید، پل ویلسون رو یه بار بخونید، اونجا کامل من گفتم. گفتیم پل ویلسون منبعی که بیرونش هست با شاخه پل ویلسون نباید تماس داشته باشه. یعنی اگه این اینجا اگه شما وصل بکنی و ضرب دری با هم برابر باشن، جریان شاخه وسط صفر میشه. شرط دومش من چیزی ننوشتم اون طرف، چیزی نیست. یه بار دیگه میگم، نمیخونی تا. گفتیم آقا دو تا پل ویلسون، اولا که دو تا مثلث داره، یه شاخه مشترک داره، و پل ویلسون قراره که یکی از شاخه ها صفر بشه جرنش. منبعی که الان قراره به این مدار وصل بشه ممکنه چند جای متفاوت وصل بشه. یکی از جایی که ممکنه وصل بشه مثلا این دو سره، یه منبع ولتاژ قراره به این وصل بشه. الان این منبع ولتاژ با کدوم مقاومت تماس نداره؟ شاخه وسط دیگه. اگه شرط روبروی یا ضربشون با هم برابر باشه، از وسطی جریان عبور نمیکنه. ولی میگم این نباید با شاخه وسط تماس داشته باشه، اینو قبلا گفتم تو سر کلاس. اگه منبع اینجا وصل بشه چی؟ پل وستونه؟ وستون نیست دیگه. اینجا هم شما ببین یه مثلث پایین داره یه مثلث بالا. مگه از دو سر آبی نگاه نمی کنی؟ مثل اینه که داری منبع تست با جریان یه آمپر داری اعمال می کنی. پس یه آمپری که داره میاد از این جریانش عبور می کنه یا نه؟ نه. من خیلی ناراحت شدم شب اینا دو شیش کسی جواب ندادا. سی او دی هم پتان سی او دی به شرطی که کسی میتونه جواب ایشون رو بده، جواب هاشم نشده بده، میگه آقا مگه سی او دی هم پتانسیل نیستن؟ چرا مقایسشون هست نمیشه مقایسه بینشون؟ باید با هم سری باشن تا هست بشه. یعنی اگه این شاخه نبود، اینا هم نبودن، شما جریان این شاخه رو میگفتی این نقطه منهای این نقطه تفسیر مقاومت دیگه. ولی دیگه نمیتونی الان جریان اون شاخه وسط دیگه صفر نیست که، چند یه گره داری اونجا. دو شو پس فهمیدید دیگه.
از نه دوم جریان عبور نمیکنه، حالا مدار ساده میشه، نه دوم و نه دوم با هم سری، نه سوم و نه سوم با هم سری، سه تا شاخه با هم موازی. من موندم چرا پرسونش کسی جواب نداد. یعنی واقعا اگه اینجوری میخوای درس بخونی چه کلاس چرا میایید؟ بشین کتاب بخون دیگه، مثلا این همه آدم کتاب میخونه شما هم بشین کتاب بخون، 30-40% میگیری دیگه. خب بریم جلو. فهمیدید حالا؟ سوالا با این قسمت تا اینجا که رسیدی میتونستی با ستاره به مثلث هم حلش کنی. مثلا اگه میخواستی با مثلث حل بکنی سعی میکردی مثلا اون مثلثی رو انتخاب بکنی که با هم برابر هم، مثل اینا سه برابر میشه دیگه، فرمولش رو دیگه راحت تری که استفاده کنی. موقعات که قرار میگیره چه شکلی میشه؟ بین رأسای ستاره میشه، یعنی یکی بین این دو سر، یکی بین این دو سر، یکی هم این بالا مشکی هم پاک میشه، یعنی نه سوم با این سبز موازی، نه سوم با این سبز موازی دیگه چی؟ این هم که پاک شد، این مقاومت هم با این موازی، کلا نه با هم این دوتا که با هم سری شده این هم با هم موازی. فهمیدن مثلثشو؟ لکم نفهمیده لکم میگه فهمیدن. بگو نفهمیده تو هم بگه. بس نیم بگم آقا من این مثلث رو نگاه کن، شون هم ستاره نخوندیه. اینجا میشه رأسای مثلث، گفتیم آقا سرهای ستاره مثلث وصل میکنه. حالا سبز رو پاکش کن تو ذهن خودت، چی میشه؟ این قرمز با این موازی، اینم با این موازی، اینم با این موازی، دو تا شاخه میشن با هم دیگه کلا موازی. هر شد سوال بعدی یه سوال حالا مکعب به شما داده و ذیل های مکعب مقاومت هم گفته. آقا بین آ و بی چه مقاومتی دیده میشه؟ اونایی که الان دنبال تا زدن هن. یعنی اونایی که کتاب خوندن و میخوان تا بزنن قاطی میکنن، نمیدونن که محور تقارن کجاست چون مکعب داری. قبول داری؟ کسی میتونه الان بگه محور تقارن کجاست؟ تصور کردنش با شما تصور کردی. آره من خودم تصور نمیتونستم بکنم اونقدر. آره گه میشه قدس رشد اینجا بیامون، ولی خب سخت تصور کردنش دیگه. نه ولی باید دید مداری داشته باشی، کاری به شکل و نصف کردن اینا نداشته باشی، باید دید مداری داشته باشی. یعنی میگی آقا من از آ و بی میخوام مقاومت مادر رو حساب بکنم. ببین تیپ دوم سوالات تو قسمت متقارنه که مقاومت مادر رو میخوام. مقاومت مادر دیگه کار منابع نداره که هم جهت و غیر هم جهت. اصلا قسمت اول تا حالا سوال نیومده، الان همش مقاومت مادر اگه بخوان شما. پس آقا اصلا کار به محور نداشته باش، محور میگه من اصلا کار به محور نداشته باش. از آ و بی نگاه کن، میخوای نقاط هم پتانسیل رو پیدا بکنی، درسته؟ یه آمپر وقتی که داره میاد به این نقطه نگاه کنید، شما دارید یه جریان اعمال میکنی، یه آمپر از این بی میخوای بگیریش دیگه، درسته؟ از اینجا میخواد بره تا به بی برسه. من میگم مدار متقارن، شک دارم که متقارن هست یا نه و میخوام نقاط هم پتانسیل رو حساب کنم. میگم یه آمپر وقتی که داره میاد سه تا مقاومت میبینه برابر، خب پس تا اینجا اوکیه. از پایین که حرکت میکنه یه مقاومت آر میبینه سر راش، از وسط که حرکت میکنه یه مقاومت آر میبینه و از بالا که حرکت میکنه این آر رو میره. تا الان از هر مسیر که رفته به یک صورت حرکت کرده،
بعد از این به اولین گره که میرسه خط آبی یا مسیر آبی دو تا شاخه میبینه، آر و آر. مسیر سرزن به همین ترتیبه، اونم چی چند تا مسیر میبینه؟ دو تا میبینه. زرده چی؟ دو تا میبینه. کسی میتونه بگه نقاط هم پتانسیل کدومه؟ اولین گامی که رفتن میشه نقاط هم پتانسیل، یعنی چی؟ این نقطه و این نقطه قرمز کشیدن، یعنی این نقاط با هم هم پتانسیلن، اولین گامشونه. دومین گامشونم با هم هم پتانسیلن، یعنی چی؟ یعنی این نقطه، این نقطه و این نقطه، بعدم که همشون یار دارن تا برسن به مقصد. یعنی مگه اینجا به هم وصل نبودن؟ مقاطع با هم برابر بود. پس نقاط بعدی، گره بعدیشون هم ولتاژ شد چون مقاطع با هم برابرن. نقاط بعدی هم به هم میسورن. پس این نقاط با هم هم پتانسیلن، این نقاطی که هم ولتاژن. یعنی نقاط هم پتانسیل رو میتونید به هم بچسبونید، ولی این چون مدارت سه بعدیه یه مقدار کارت سخت کنم، فرصت میدم نگاه کنید اینا. خب همه فهمیدن؟ پس قبول داری مدار متقارنه؟ این یه آمپری که اول کار داشتی چون مدار متقارن بود، از هر مسیری که میرفت یک مسیر مشابه میدید، یعنی از هر مسیری که میرفتی به یک سرعت میرفتی تا به بی برسی، چون مقاطع با هم برابر بودن و مدارت هم تقارن فیزیکی، یعنی توپولوژیش تقارن داشت. پس این آمپر تقسیم بر چند میشه تو این نقطه، تو این گره وقتی میخواد پخش بشه تقسیم بر چند میشه؟ سه میشه دیگه. تقسیم بر سه شد، به نقطه بعدی که رسیدن همه تقسیم بر چند میشن؟ دو میشن، چون دو تا مسیر دید. تقسیم بر دو، تقسیم بر دو. و در نهایت اینا چون از این تر شما اینجا یه آمپر اعمال کردی، از تبا چرا بگیری یه آمپر؟ پس این سه تا شاخه آخر باید جمعشون چی بشه؟ یک بشه دیگه. پس چند اینا چون باید متورنه؟ یک سوم، یک سوم. یا که میتونستی با همین بگیم، میگه یک شیشم نبود اینم یک شیشم، با هم جمع میشه میشه یک سوم، چون اینجا دیگه دو تا اومدن یکی داره میره، پخش نشده داره جمع میشه. نقطه آخر این گره بعدی جریان داره پخش میشه. گره اول جریان پخش شد چون یه شاخه اومد سه تا رفت، گره بعدی هم یه شاخه اومد دو تا رفت، ولی گره های بعدی اینطور نیستن، دو تا اومدن یکی داره میره پس جمع میشه. یعنی که از اون تا هم میتونستی بگی که یک سکن جریان که بسازی، اصلا تقارن هم برات نمیشه. جریان که بسازی یه کیویر بزنی سوال حل میشه. یه مسیر پیدا کن که ویتی رو پیدا کنی. من یه منبع ویتی با جریان یه آمپر دادم. پس ویتی برابر میشه با یک سوم ضرب در آر، یک ششم ضرب در آر، یک سوم ضرب در آر. از هر مسیری بری کیویر یکسانه. تو مدارت متقارنه. پس ویتی میشه 5 ششم آر. خب اگه بگم معادل تورنر رو بنویس، شما مقاطع معادلش رو میتونی به دست بیاری و
نه اونطوری یه خیلی بخوان مداره اینطوری تعارض با موقعات معادل از شما میخوان، ولی خب منبع قدرت تبنن و اینا رو یه خیلی طولانی میشه سواله گیر. نکته بعدی که وقتی شما مفهوم مدارش رو یاد گرفته باشی، مدارش رو فهمیده باشی، یعنی خودت نقاط هم پتانسیل رو نقاط هم پتانسیل و تقارن رو با نگاه چشمی پیدا نکنید تا مداری پیدا کنید. یعنی اینکه اگر دوستان میخواستن به صورت حالا مکعب و بیان تقارن بزنن و قوت رو بگن مثل اون اول سال، میمدن نقطه سی رو رو سی مینداختن، دیرم رو دی و دقیقا صافش میکردن، ولی این غلط در میومد، معادلات غلط در میاد، چون این یکی روی این نمیافتاد. یعنی من منظورم اینه که شکلی نگاه نکنید و تقارن بزنید، به مدار نگاه کنید. آره چرا نداره دیگه، مدار ببینید کدوم نقاط هم پتانسیله. چرا شو دارم میگم دیگه، چون مدار ببینید کدوم نقاط هم پتانسیله تا رو هم. ولی شما بخواید شکلی نگاه بکنی این مدار تقارنش کجاست، آره میگی این قطر است اینجاست دیگه، نکن اینه این رو قرار میده، یا مثلا میای این نمیگه چه چه مدار رو نگاه کن، اون نقاط هم پتانسیل، نقاط هم پتانسیل که حساب کنید دیگه با اون روش که گفتم خیلی راحت میتونی سادهش کنی. این نقطه آ دیگه درسته، بین آ و سی چی داری؟ سه تا مقاوم میشه آر سوم، چون با هم برابرن موازی میشن دیگه. بین سی و دی چی داری؟ یکی اینجا یکی اینجا، این چند تا دیگه 6 تا میشه. بین دی و بی هم سه تا میشه آر سوم، خیلی راحت میتونی اینطوری هم حساب کنی، ولی به شرطی که فهم یا دید مداری داشته باشه، اصولی کار کنی. هر کی فهمید 1، نفهمید 2، زمان میخوای 3. خیلی عالی. یه سری سوالات دیگه مثل این تمرینه دیگه، شما گفته آقا از دو نقطه آ و بی، نقطه آ و بی، خب من ها چون حالا مسطحه حالا مکعبی هم میتونی هم تا بزنی سریع، میتونی هم این تا بزنی از آبی نسبت به آبی مدار متعارن دیگه، نه میتونی تا بزنی اگه شرط داری، حالا میتونی تا برو بزن تعارن قشنگ باشه کشته برد و هم میتونی قشنگ تا بزنی نسبت به آبی، یعنی دور دو میفته این سبزه رو سبزه، قرمزه رو قرمزه، و سی که رو دی بیفته دو اتصال کوتاه میشه، این دو هم اتصال کوتاه میشه، دو شد. حالا از این مثلا نگاه کن بهش، تا دانش که مشکلی نبود. حالا میخوام اینو ساده کنم، موقعات معادل رو حساب بکنم. ببین یه موقع شاید وستون باشه، نگاه کن از اینجا داری نگاه میکنی، از اینجا داری نگاه میکنی، دو تا مثلث میبینی، یکی این سمت راستی یکی سمت چپی، ضربشون با هم برابره، این شاخه وسط میشه پل وستون. شرط دوم اینه که این پل وستون با دید شما تماس نداشته باشه، یعنی با این دو سر تماس نداشته باشه، پس این از این جریان عبور نمیکنه. تو ذهن خودت برش دار، دو و دو با هم سری، یک و یک با هم سری، کلش با هم موازی. تقارن مداریش هم میگید، تقارن مداری کجاشو بگم؟ تا مداری باشه نکن اینجا رو، یا آمپر داره اینجا میاد، یا آمپری که داره میاد سه تا مسیر داره میبینه، فعلا دو 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 فعلا تورم رو داره. اگه از بالا بری برای اینکه به نقطه بی برسی دو تا شاخه دو میبینی، اگه از پایین بیای برای اینکه به نقطه بی برسی دو تا دو میبینی، یعنی اول کار اینجا تقسیم بر 3 میشه، و از همینجا شما میتونی بگی که سی و دی با هم چیه؟ هم پتانسیل هم دیگه. چرا؟ چون دقیقا یه مسئله مشابه تهیه که، و اینجا هم که دو دو خیلی تابلوه این، خب این انسان
هی تابلوه. مداری ها مثلا بعد بعضی از مدارا برو که خیلی تابلو نباشه مثلا. بفهم. سلام سلام. استاد، اگه مداری متقارن بود کاملا متقارن بود، یعنی میشد با تو با چشم تشخیص داد. بعد از دو سری که مثلا آبی دیدم راحت میشه اینجا مثلا مقاومت معادل حساب کرد، ولی اگه میگفت از عادی نه دیگه باید داری دیگه سری موازی تبنا رو بزنم. آره دیگه تبنا نوتون سری موازی هرچه دیگه از اون دید برو نگاه کن. حتی این سوال فکر کنم از اینجا هم تورم داره نسبت به سی دی، هم مدار تورم داره دیگه. نه سی دی ولی عادی کمی ولی عادی نه. آره عادی اگه بخواد اونجا حتما باید محمد تست بذارم محمد بعدی هم نقاط هم پتانسیل رو پیدا کنم اونطوری. حتی دیگه چون اینجا از اینجا که داره نگاه میکنی هم پتانسیل نداره دیگه، دنبال هم پتانسیل نباش دیگه. از اینجا که داره نگاه میکنی باید بری کیور کیسیر بزنید تا سوالتون نکن. بله اینا تعریفی هست. اوکی من اصلا این کلن همین دو راه داره برای مدارات غار. این که گفتم تقارن مداریش، من روی اون مقاومت وسطی پخش و جریاناش رو برای همون پرسیدم، یعنی از آب بی که میخوایم بریم از وسط، یعنی قطر فرعی اون لوزی وسط. خب من روی اون پخش جریان، ببین شما الان گفتید نقطه سی و دی با هم پتانسیل، اوکی خب حل شد. خب حالا ما از نقطه وسط هم باید بریم که به بی برسیم دیگه، یه پخش جریان هم از اونجا داریم. بعد این سر را که میاییم ما سه تا مقاومت میبینیم، سه تا مقاومت دو افت میبینیم. منظورم من این بود. خب ببین آره راست میگی، بالایی ها با هم مسیرشون یکیه، یعنی بالایی ها رو شما میتونید رو هم دیگه قرار بدی، پایین این وسطی رو نه. آره اینا رو نمیتونی، این چون رو خود محفر تقارنه این اتفاق افتاده، رو خود محور تقارنه که سه تا شاخه کرده جریان، در صد که دو تا می شاخه می شد که به بی برسیم. نه نه مشکلی نداره، شما الان می خواهی جریان بسازی، این یه آمپر که اینجا بیاد تقسیم بر سه میشه. خب درسته، یک سوم یک سوم یک سوم، دوباره اینجا که اومد یک سوم تقسیم بر دو میشه. بله چقدر؟ یک ششم یک ششم. اینجا هم همینطور یک ششم یک ششم. حالا اینجا یک ششم میاد، اینجا هم یک ششم، اینجا هم یک سوم. یک ششم و یک ششم میشه یک سوم، این هم یک سوم میشه دو سوم، میاد میره توی دو اومی. درسته. اینجا هم چه؟ طرف هم یک ششم میاد. آره یک ششم میاد میشه چقدر؟ یک سوم. یک سوم و چند بود اینجا؟ دو سوم بود شما این جریان، یه ساخت جریان، یه کیبل بزنی میتونی اینا رو به دست بیاری، اینا با کیبل هم میتونی این کار رو انجام بدی. جناب گفتم دیگه اینو تو خونه یه بار با کیبل انجام بده ببین درست هم میاد. باشه برق 70 گفته در مدار شکل مقابل مقاومت معادل بین نقطه آ و او، آ اینجاست آ او هم اینجا، دو پولسون پروفسور چه گفتم. آره این پروفسور بود باز شد و آره استاد ببخشید بفهم استاد تو همین سوال کدوم سوال همین سوال که چیزی رو حل کردیم. آره اگه از نقطه سی و دی بگیریم چی میشه؟ از نقطه سی فرق نمیکنه، میبره تورن عوض میشه، مدام متقارنه. خب نسبت به اینم متقارنه دیگه. نه آره متقارنه، پس این دوه میفته رو دو با این موازی، این دوه با این دوه موازی، این دو با این دو، این دو هم با این دو. یعنی اگه اشتباه نکنم از سی و دی بخوای ببینی این دو و این دو رو هم میفتن. نقطه باید مشخص کنیم، مثلا آ و سی شو بذارید، آ و بی که با هم هن اینجا میشه آ و بی، این هم که سیه اینجا هم دی. بین سی و آ چی داری؟ چون آ و بی با هم اگه از اون جید نگاه کنی آ و بی هم پتانسیل میشه دیگه، یعنی بین سی و آ و سی و بی دو تاشو میذاری، دو تا مقاومت میشن دیگه، دو موازی با دو. نقطه وسطت هم یه نقطه مثلا میذاری، مثلا ستاره، ستارت هم که یه مقاومت دو فعلا. بین
آ تا دی چی داری؟ دو تا دو داری. بین ستاره و دو بین ستاره و آ چی داری؟ دو تا دو داری. چون آبی با هم هم پتانسیلن. بعد یه اشتباه نکنم دو دو همون طرف هم با هم موازی. خب اینه با هم بس میشه. تو سمشتم یه ساده میکنی دیگه. من گفتم رو بشن نقطات نقاط هم بذاری و چون از اون طرف هم متعارن هست. خب بریم چلو. در مدار شکل مقابل ما خب این سوال رو حل کنیم. شاید شما سوالتون ببین سوال با کیبر کیسر میتونی حل کنی، ولی خب تعارض کمک میکنه که راحت تر سوال رو حل بکنی. نمیدونم سوالت واقعا این بود یا نه. در مدار شکل مقابل مقاومت معادل بین نقطه آ و او چقدر؟ مدار ریختش مثل مدار متقارنه، ولی آیا ببینیم که نسبت به آ او متقارن هست یا نه. خب نسبت کل مدار قیافش مشخصه که نسبت به آ او تقارن داره، یعنی x با y ولتاژش برابر میشه c با b. اگه با اینم شک داری یه جریانی مثلا اینجا اعمال کنی، ست مسیر داره میبینه. این میه فرطانات کن نکن اب بالا که بره نکن اب بالا که بره دو شاخه میبینه آر و آر، از پایین که بیاد آر و آر میبینه، درسته؟ پس فعلا ایکس و وای با هم چی شد؟ برابر شدن. از ایکس تا بی نکن کنم اینجا رسیدیم. X سر راهش دو تا مقاومت اینجا دید، این وای همینطور، پس اینجا X و Y هم پتانسیل شد. خب نقطه B رو نگاه کن، شما از Y که به C بری یه مقاومت، از X هم تا B یه مقاومت. اینجا هم نکن سه تا مقاومت داری تا به O برسی، اینجا هم نکن سه تا مقاومت داری تا به O برسی. پس مسیر کامل مثل هم، یعنی C هم با B هم پتانسیله، Y هم با X هم پتانسیله. حتی با اینکه گفته از نقطه A O، ممکن بود یه نفر شک کنه بگه آ اوکی هست، خب اینجاش اوکی، ولی اون طرفش شاید تقارن. ولی خب با جریان دیدی که با هم چک کردیم که این اتفاق افتاد. یعنی یه بار دیگه میگم شما شک داری که بین آ، اگه آزر بود که خب خیلی تابلو شک کردی که سوالی تقارن داشت یا نه، سیمو میاری بیرون یه آمپر میبر تقارنت که هیچ کاری نشته باشه. اون دوتایی که میگی تقارن داره نگاه کن، این آمپری که داره میاد یه مقاومت آر اینجا ببینه، این طرف هم یه آر میبینه، پس گاماشون مثل همه. به ایکس که رسید این دوتا مقاومت داره بعد از اون، اینجا هم همینطور، پس نقاط ایکس و وای با هم پتانسیل هم. به بی که رسید اینجا سه تا، اینجا هم سه تا. بین بی و او و سی و او مشابه، بین بی و زد و سی و زد هم مشابه، پس مدار کلا نقاطش هم پتانسیلش درسته. و البته تاکید میکنم که مقاومت ها باید با هم برابر باشن. شرط اولش اینه که مقاومت ها با هم برابر باشه، بعد توپولوژی رو چک کنی و اون جایی که داری نگاه میکنی. شرط اولش برابر بودن مقاومت هاست. اگر این مقاومت با این آر با این آر، این آر با این آر برابر نباشه که دیگه ایکس و وای با هم برابر نیستن. نقطه Z دیگه خودش محور تقارنه، نباید با جایی هم پتانسیل باشه. نقطه O خودش رو محور تقارنه. مثلا اگه میگفت از B و Y، از B و Y که خیلی تابلو متقارن هست یا نه؟ بدسون نمیشد. تقارن دیگه نه؟ بدسون نمیشد ها؟ نه بدسون که الان چیده ما نمیبینیم که. نه اگه از B و Y میگفت. B و Y خب این نه نمیشد. ولی خب تقارن رو داری. Z با X میشد متناظر، سی هم با آ میشد متناظر، او هم که رو محور تقارنه، یعنی این توی تا میزدی. مرسی. حتی اگه
بی او هم گفته بود مدار متقارن میشه، چون جریانی که پخش میکردین دوباره نقاط متناظر رو میدید. پس فقط به تا زدن نگاه نکنید. خب ما با توجه به این نقاط متناظر رو مشخص میکنیم، ایکس و وای یه نقطه میگیری، سی و بی و یه نقطه، و روی خود رو کاغذ این نقاط رو میکشی، آ و او که میخوای ببینی ازش، با اینجا داری نگاه میکنی، بین آ و او که آر هست، نقاط متناظر رو یه نقطه در نظر میگیری، ایکس وای سی بی و زد، ببین بینشون چیا هستن دیگه میذاری. نه اینکه میگم یاد بگیری تا این نقطه گذاری حتما یاد بگیری تا، یعنی که حتما نه کیبر بزنی مداری که الان مسطح هستش و اینطوری شما نقطه امپوتانسیل رو پیدا بکن و مدار رو ساده کن، نمیخوای کیبر بزنی کار رو چیت کنی. ما الان نسبت به آ او آزد آره الان گفتم دیگه اینم باید حساب کنیم. فقط نکته رو نگاه کن، نکته خیلی مهم، نکته خیلی مهم، میخوای اینا حساب بکنی، اینا جواب بدید. من میتونم از اینجا شروع کنم بگم آر با آر دوم سری بعد با آر دوم موازی. یه بار دیگه میگم آر، یه نفر با میکروفون کی هنو شنه بیا رو خند ترسید رفت. خب آر میتونم بگم با آر دوم سریه بعد با جمعشون با آر دوم موازی. شده آر با چی فهمید؟ این آر با این آر دوم سری میشه، ولی چون آ اونجاست نمیشه اینجوری حساب کرد. نه بین آ و او نه، تو گفتی سری هم دیگه، نه نیستن دیگه، چون آره آرو میخوایم چون نمیتونیم بین اون چون آو اون بین آو او میخوایم نمیتونیم سری بگیریم. چرا نمیتونیم سری بگیریم؟ دلیل بگیریم چون بین آو او میخوایم، یعنی این اصلا آرو از دست میدیم اینجوری، یعنی آو قشنگ تر باید بگیریم. ببین چون این درسته قشنگ تو یاد گرفتی خب، ولی من انتظار دارم که همتون بعد که کلاس من تموم شد، این دوره مدار تموم شد، همتون قشنگ درد یه معلم مدار بتونید درس بدید. یعنی کسی که اینو ازت پرسید باید بگی که آقا اینجا دارم که دارم به اینجا نگاه میکنم، یعنی که دارم یه منبع VHF با چی؟ یه آمپر اعمال میکنم. وقتی جریان داره به نقطه آ وارد میشه، پخش میشه دیگه. این دو تا دیگه جریانشون با هم برابر نیستن. یه سوال بفهم. بین آ و او ما اینه میگفتیم دو بار حساب میشه چون رو محوره، یعنی آر باشه دو آر. نه نه ببین همه رو من کاش اصلا این قسمت اول درس همون در ایچ وقت درس نمیدارم، همیشه تو همه دورا این مشکل دارم. خب ببین اول ساعت اومده گفتیم تحلیل مدارات متقارن، یعنی که منبع جریان داری حالا یا هم جد یا غیر هم جد، قرار ولتاژ جریان تو مدار رو حساب کنیم. حرف از مقاومت معادل نزدیم. قسمت بعدش هم اومدیم جهت رو عوض کردیم، گفتیم آقا مثلا آره یکی هست میشه یکی دو برابر میشه، که این سوالم تو مدار نیومده، من کاش شاید اصلا ترم بعدی نرسش کنم. و بعد اومدیم در مورد مقاومت معادل صحبت کردیم، مقاومت معادل دیگه دو برابر شدن دیگه نداریم، موازی و اینا میشن سری موازی. بله دوستا پس آقا این آ رو با آر دو نمیتونی سری کنی، ولی این آر با آر دوم سری میشه، بعد با آر دوم موازی میشه، بعد موازی اینا با این سری میشه، بعد کل اینا با آر دوم موازی، بعد با این آر دوم سری، و بعد آخر در نهایت با آر موازی. من از دادم که شما همتون دیگه از این کالا میتونید سوال حل بکنید، بتونید خوبم درس بدید. خب بریم جلو. معمولا یه چیزی بگم، کلا وقتی شما درسی و خوب یاد گرفتی که بتونی خوب یاد بدی. بفرمایید آقای ندفی. شما مگه نگفتیم مثل آ و او؟ بله آ و او. چرا از روی آ و زد تا زدیم؟ من تا نزدم. من اومدم نقاط هم پتانسیل رو.
گفتم چی هستن. نقطه B با C هم پتانسیل بود، گذاشتم B C. بین B C و Z چی داری؟ دو تا R داری دیگه، میشه R دوم. آها درست. O و Z هم که یه موعد بود. بین مثلا X و O چی داری؟ چون X با Y متقارنه متناظره، دو تا موعد داری R دوم. نکن؟ بله. من با نقاط اومدم چیز کردم. بله بله. پول کجاست؟ منو پول پول میبینی؟ پولی که احتمالا شما دیدید مثلا این دیوده و این دیگه، نه این که الان اصلا ضربشون با هم برابر نیست که. به فرض هم ضربشون برابره؟ آر دو؟ نه دیگه برابر نیست که. ها آره راست میگه اونتر. نه به فرض فرض کن اصلا اینم نباشه. خب الان این پوله درسته؟ به فرض ضربشون هم با هم برابر باشه، یعنی تو میخوای بگی این شاخه وسط پل وستونه. نه پلش این دیگه وستون نیست. چرا؟ چون این شاخه وسط با منبع تست تماس داره. شرط دوم که هیچ کسی نمیدونه رو نداره. درسته؟ یعنی دانشجوهای ما کجاست؟ دوباره یه تعریف از خودمون بکنیم. دانشجوهای ما یه شرطی رو میدونن تو پل وستون که میتونم بگم بالای 99% بچه‌هایی که کنکور و مدار رو خیلی خیلی خوب خوندن نمیدونن. حتی خیلی از استادا هم شاید بدونن نمیدونن، ولی اصلا نمیگن اینو. زنی من شما که با من کلاس حضوری هم داشتید سعی کلاس ده بار اینو گفتم، نگو من نمیدونستم. آه امشب مثل کلاس عشقه مونده. ها آره زینه قبل کلاس کلن کلن کلاس حضوری هم میگه. آره خب متاسفانه نیرم یه خوشبختانه خیلی بچه ها پیام چند نفر پیام داده بودن که نه کدوم کلاس بوده تداخل داشته با کلاس های دیگه، گفت من کلاس شما رو میفهمم میرم سر یه کلاس دیگه بعد فیلمش رو نگاه میکنم کامل. خب عرضم به حضورتون که پس امشب خیلی خوب بود دیگه، پول ویسون هم حل شد. آره من بعد متوجه شدم، فکر کردم که کلن امشب فهمیدیم پول ویسون برق ندارید. بچه ها ساعت 11 بسه چنده؟ ها ده و آن فکرم ساعت من ساعت ویندوز هم خرابه. خب بمونید بمونید، نه استراحت نداریم، 3 دقیقه در جا استراحت کنید در همین حد سریع برمیگرد. من سریع شروع میکنم، کسی از کلاس نهید بیرون، همینجور در جاتون بلند شد یه هوایی بخورید تو بیاد. من شروع میکنم 3 دقیقه دیگه. سوال بعدی برق 91 گفته چه مقاومتی از وسط منبع جریان می‌بینید شما؟ خب اولین کاری که می‌کنم چون مقاومت معادل می‌خوام منبع جریان چیکار می‌کنم؟ باز می‌کنم. نکته بعدی این که این منبع ولتاژ رو اگه نگاه کنید اینم خاموش میشه، اتصال کوتاه میشه. اتصال کوتاه شدن این یه اتفاقی تو مدار به وجود میاره که این آره هست میشه، و دو اینکه بالای مدار به پایین مدار میچسبه. اتصال کوتاه که میشه بالای مدار به پایین مدار میچسبه، یعنی که این آره میفته روی این آر، این هم میفته روی این آر، این دو وی هم با این دو وی موازی میشه. ولی اگه موازی میشه باید شعار باشه که خلاف جهت هم دیگه هستن، و
وقتی که بالا پایین میچسبه قبوله که اینا خلاف جهت هم دیگه میشن؟ خودتان نگاه کنیم متوجه میشه که خلاف جهت هم میشن. منبع مستند خاموش شد، شد اتصال کوتاه، یعنی سیم بالا با یعنی این آر بالایی با آر پایین موازی میشه دیگه، از وسط که به هم چسبیدن از بالا هم به هم چسبیدن، این آیم این زردام هم از وسط که به هم چسبیدن از بالا هم به هم چسبیدن، پس اینا با هم موازی. منابع جریان هم به هم میسوره، از وسط که به هم چسبیدن از بالا و پایین هم به هم وصل شدن، این وسطشونه اینم بالا و پایینشونه. خب به خاطر این اتصال کوتاه اتفاق افتاده چون بالا به پایین وصل شد. همه فهمیدن؟ دو تا منبع جریان وقتی که با هم موازی باشن چی میشن؟ با هم دیگه جمع میشن دیگه، اصلا کم میشن، یا جمع میشن یا کم میشن. اگه هم جهت باشن جمع، خلاف جهت باشن کم. اینا خلاف جهت هم دیگه هستن، با اینکه منبع وابسته هم هست ولی با هم دیگه کم بشن میشه صفر، یعنی منبع وابسته دیگه تو مدار باقی نمیمونه. مدار شما به چی تبدیل میشه؟ این آر و آر که سبز بود با هم موازی شد اینجا قرار گرفت، زرد هم که با هم موازی شد اینجا، اون نقاط آر هم که این وسط بود اینجا، دیگه منبع وابسته هم نیست تو مدار، یعنی دیگه نیاز به منبع وی تی و یامپر هم نیست. خلاف جهت شدنش تو متوجه نشدی؟ خب قبول داری که اینا با هم موازی بشن اینطوری میشن؟ یه مقدار این منبع جریان رو بهش عقب‌تر، یعنی در همین جهتی که هست بیاش، اشکالی داره من بیارمش جا بجاش کنم؟ تو بیار عقب‌تر، بکشش اینو بیار این طرف‌تر، خور بده چون المانی نداره. میتونیم سری نیستن با اما اینا موازی هم نکنید. درست شد اینطوری بود؟ نه نه، این نقطه وسطشونه، دوتا هم که اونجا حالا موازی هم سری نیستن، حواستون باشه، یعنی این نقطه بالا پایین اینجا مثلا تو موقعیت هم بکشید که بدون اینا سری نیستن بچه ها، یعنی اینطوری بکشی که هم بدون اشتباه نکنم. بالا پایینشون که به هم دیگه وصل میشه دقیقا، نمیتونی بیاری پایین دیگه، تا بزن دیگه آقا، بهتر بگم اینو تا بزن، اگه این بالا با این پایین هم پتانسیل نیست، وسطشون که به هم وصله، این بالا با این تا بزن، نه همینطور تا بزنی راحت‌تر متوجه میشه دیگه. یعنی تا که بزنی اینجا آر دووی دووی این هم آر موازی با آر، این هم دو سری که داری نگاه میکنی، این هم که هست شد، این هم که اون تایه بود دیگه، این سیمی که هست اینجا باید این به این چسبون. خب این هم هست یار هم وسطش شده. مرسی. پس از اینجا که نگاه میکنیم این دوتا با هم سری میشه با این موازی، تمام شد.
چه سوال داره؟ سوال نداری؟ یک بده اگه فهمیدم. این سوال رو من توصیه میکنم الان بهتون نگم، اینو بخونیدش. اون تم قبلی هم گرام خیلی احتیاط شدیم سرکاز که با بچه بگیم اینو اول بخونیدش. جمع آثار هم باید بلد باشی، اینو بخونید، تقارن و جمع آثار. اول جلسه بعد اینو حلش میکنم، ولی خب یه بار باید اونو خونده باشی که اگه میخوام حل کنم گیج نزنی. حتما اینو خودتون بخونید، جمع آثار توش کاربرد داره و بحث تقارن. یه توضیح بدم، بوده در مدار شکل زیر N مقاومتی و خطیه. این N دو تا سر داره، این طرف و این طرف، مقاومتی و خطیه. مقاومتی خطی مینی یعنی چی؟ یعنی جمع آثار و تبر نورتون توی صادقه. نسبت محور عمودی از وسط متقارنه، نسبت به این محور متقارنه. اگر منبع جریان مشخص باشه یکی به علاوه دو سینوس تی، منبع جریان دومت هم مشخص باشه کوسینوس دو تی، وی اس هم مشخص باشه، ولتاژ گره آ رو بهت داده باشه، ولتاژ گره بی رو از شما میخواد. این روش فکر کنید. اثر خطی ورودی ها رو خروجی ها اینا رو بررسی بکنیم که من جلسه بعدی میخوام توضیح بدم، چون سه مفاهیم با هم ترکیب میشه. فکر کنید دیگه، حالا من توضیح نمیدم اینجا. شبکه نامتناهی قسمت بعدی درسمون شبکه های نامتناهیه. یه سری مدارا هستن که مقاومتشون هی تکرار میشن توی یک مدار. مثلا تو سیستم های قدرت تعداد مقاومت ها بارها توی یک کشور مدارش اگه بخوان رسم کنن کلی مقاومته. حالا اینجا میخوام یه شمای ساده از اون شبکه های قدرت یا مداری که بی نهایت رو با هم داشته باشیم، ببینیم که چگی میتونیم مداراتی که نامتناهی هستن چون تکرار میشن میتونیم مدلش رو با تکنیکی که بهتون میگم استفاده بکنیم و مدلش رو به دست بیاریم. مداری که تکرار میشه تا بی نهایت، چون بی نهایت مقاومت داره، یه طبقه هم به جلوتر بهش نگاه بکنی یا دو طبقه هم به جلوتر، مقاومتی که از اینجا داره میبینی با مقاومتی که از یه طبقه جلوتر میبینی با هم یه فرقی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی من فرق مدار رو دارم. الان از این مدار، از اینجا که داری نگاه میکنی، دو تا شاخه سری میبینی، یه شاخه موازی. طبقه بعدی دوباره همین شده، دو تا شاخه سری، یه شاخه موازی. یعنی چون مدار تا اینجا نقطه چین گذاشته، یعنی مدار همینطور تا بی‌نهایت تکرار میشه. چون داره تا بی‌نهایت تکرار میشه، به خاطر بی‌نهایت بودنش دارم میگم، مقاومتی که از اینجا میبینی با مقاومتی که از اینجا میبینی تفاوتی داره؟ نداره دیگه. شما فاصلت تا ماه خیلی زیاده، درسته؟ چیزی که الان از توی اتاقت ماه رو داره میبینی با چیزی که پشت بوم شما میبینی فرقی نداره. اوکی؟ پس من میتونم بگم آقا طبقه اول، این تکنیک رو همیشه استفاده میکنیم برای مداری که از یه طرف میبینم، مقاومتی که از آ و بی میبینم با مقاومتی که اینجا میبینم فرقی نداره. برای همین میام
میگم آقا اگه از اینجا آر میبینم از اینجا هم آر میبینم، مدار رو به مدار متناهی تبدیل میکنم، یعنی از اینجا آر بعدش هم آر میبینم. حالا میتونم بگم آری که از اینجا میبینم چیه؟ میشه آر موازی با بله، این تکنیک فقط برای مدارهایی استفاده میشه که از یک طرف سمت بی نهایت میره، یعنی ما ببینیم الگوی تکرار مدار به چه صورتیه و با توجه به اون مدار نامتناهی به مدار متناهی تبدیل میکنیم، یعنی از الگوی تکرار رو تشخیص میدیم، این دو تا شاخه سری یه شاخه موازیه، اینجا هم همینطور شده، پس از اینجا بعدم دوباره آر میبینیم، پس آر که از اینجا میبینیم اینجا هم آره. میگی آقا من آر دارم میبینم، آر برابر با چی؟ آر موازی با یک، سری با یک و یک، یعنی آر برابر میشه با دو به علاوه آر تصمیم آر به علاوه یک، معادله بهت میده که این معادله رو شما باید حلش کنی. دو جواب داره، اون جواب مثبتش قابل قبوله، یعنی اگه همه مقاطعات مثبت باشن هر آرایشی هم که داشته باشن سری موازی بشن معادلش میشه مقاطع مثبت دیگه، اینو قبول دارید همه؟ پس باید اون جواب مثبت رو برای این معادله انتخاب بکنید. پس کلا مداری که داره به طرف از یه طرف ببینه میله رو این نقطه رو لحاظ بکنید که از این روش استفاده میکنیم. یعنی تست حل بکنیم اینجا. گفته مقاطع معادلی داشته از اینجا چیه؟ مدار از یه طرف داره به سمت بی‌نهایت میره. من میگم آقا از اینجا دارن دو تا شاخه سری یه شاخه موازی، دو تا شاخه سری یه شاخه موازی، فقط فرق این با مثالی که من زدم اینه که هر یه طبقه که داری میری جلو مقاومت‌ها چی میشن؟ دو برابر میشن، درسته؟ حالا یه سوالی میخوام از شما بپرسم. یک مدار مقاومتی با هر آرایشی که میخواد داشته باشه، اگر تمام مقاومتاش تبدیل بشه به مثلا NR یعنی N برابر بشه، آیا میتونیم بگیم مقاومت معادله دیده شده هم N برابر میشه؟ اگه خطی باشه بله. اون چیزی که من تو جمع آثار گفتم، گفتیم منابع ورودی n برابر بشه خروجی هم n برابر بشه، قاطی نکنیم. اینجا الان چیزی که الان گفتم جدیده، من تا اینو نگفته بودم که تمام مقاومت ها n برابر بشه مقاومت معادل هم n برابر میشه. اینو اینطوری استدلال میکنم، آن تو فیلم گفتم اینو اینطوری استدلال میکنم براتون. ممکنه یکی نفر بگه تو این از کجا داری میگی که تمام مقاومت، ممکنه دو تا، ممکنه مثلا مقاومت در هم ضرب بشه مثلا این دو برابر بشه، ممکنه الان این سوال بزنی تو خورده باشه الان بگی خب از کجا معلوم، ممکنه اینا طوری با هم باشن که در هم ضرب بشه این دو ها میشه. من میگم آقا از شما وقتی مقاومت که داره اینجا میبینین از جنس مقاومته، یعنی هر رابطه ای هر سری موازی که باشه، خب حتی یک کسری هم باشه، یه سری مقاومت با هم جمع و تفریق میشن و جنسشون مقاومته، یعنی از جنس آره، یعنی همه اینا این برابر بشه کل این چی میشه؟ از یه این فاکتور گرفته میشه. حتی ممکنه بگی آقا ممکنه موازی باشن، میگن اگه موازی هم باشن چون جنس این باید مقاومت باشه توی مخرج یه عدد ثابته مثلا 5 6 پس صورت مقاومت n برابر بشه از اینش فاکتور گرفته میشه و اون اتفاق میافته، پس همه مقاومت n برابر بشه مقاومت معادلت هم n برابر میشه. خب پس من میگم از اینجا r میبینم اینجا چی میبینی؟
دوار میبینی دیگه. یعنی هر طبقه شما این طبقه نگاه میکنید، طبقه جلویش دو برابر اینه دیگه، نه؟ الان اینجا نگاه بکنی این دو برابر اینه، پس هر طبقه نگاه کنی طبقه جلویش دو برابر قبلی است. پس من میگم اگه اینجا نگاه کنم این دو برابر اینه، الگوشو دارم پیدا میکنم. این قسمت آخر سوالی که داریم حل میکنیم فقط با یه بار حل کرده باشه که مشابه اینا میاد، چیز دیگه غیر از اینا نمیاد. این تحلیل نداره، یه سر برای الگوها رو یاد بگیری که سوال مشابه ما حل بکنی. پس حالا میگم آری که از اینجا میبینم برابر با دو آر موازی با دو به علاوه مقاومت آر. یه معادله بهت میده، معادله رو حل میکنی، جواب آر به دست میاد. دوباره مدار دیگه ای دارم اینجا، گفته آقا یه مقاومت اینجا دارم، دو شاخه شده، دوباره دو شاخه شده، دو شاخه تا بی مدار میره الگوش یه مقاومت که از اینجا دارم میبینم چه؟ یه مقاومتی که دو شاخه شده. از اینجا چی داره میبینی؟ یه مقاومتی که دو تا شاخه شده. از اینجا هم همینطور. پس من این الگو داره تکرار میشه. یعنی مقاومتی که از اینجا دارم میبینم با مقاومتی که از اینجا میبینم و از اینجا میبینم فرقی نداره. پس من میتونم بگم که آقا از اینجا آره آبی میبینم، از اینجا هم آره آبی، از اینجا هم آره آبی. گفته مقاومت کل بین آ تا بی چیه؟ درست شد؟ از آبی آبی نه؟ آره آبی، آره آبی. یعنی از آبی یعنی آبی میبینی میشه آر به آره آبی ها با هم موازی. این یکی میاد اینجا از هر مسیری بره همون مسیر رو میبینه دیگه، یعنی مسیر متوالی میبینه، نصفش این طرف نصفش اون طرف، دوباره همینطور. اگه این الگو تکرار بشه تا بی نهایت ویتی شما از که KVL میزنیم میشه R، این مقاومت R ضرب در یک به علاوه این R ضرب در یک دوم، R ضرب در یک چهارم، R ضرب در یک هشتم تا بی نهایت. این چیه بچه ها؟ تصاعد چیه؟ هندسی. تصاعد هندسی جمعش رو میتونی حساب بکنیم، میشه جمله اول تقسیم بر یک منهای قدر نسبت، هر جمله ضرب در چند شده جمله بعدی؟ یک دوم. پس قدر نسبت یک دومه. پس آر که فاکتور گرفتی جمع این عبارت میشه یک تقسیم بر یک منهای یک دوم یعنی دو، یعنی این جمع این جمله دو ضرب در آر میشه دو آر. دو تا راه اینجا گفتیم. این سوال فقط با یه بار مرور کرده باشی، من انتظار ندارم که الان دفعه براتون حلش کنیم. و توی کنکور برق هم دیگه اینا از مود افتاده دیگه، که میخوان از این مدارات نامتناهی بدن به این صورت باید توی لاپلاس چی؟ آره آبی چی شد؟ خب این چی شد؟ من میگم آقا از آ تا بی شما از اینجا مقاومتی که اینجا میبینی، مقاومتی که اینجا میبینی تا طبقه بعدی یکی. فقط من اگه اینم مینوشتم آر آ بی کلن هیچ چیزی بر اساس آر به دست نمیمد دیگه، برای همین اینا گفتم آر از بعدش نگاه کردم گفتم آر آ بی آر آ بی. حل شد؟ و قسمت آخر درسمون، خب مدارایی هستن که از دو طرف بی نهایت میرن. این مدارات اگه بخوای مقاومت معادلشون رو از یه دو سر حساب بکنی
نکته ای که وجود داره اینه که چون مدار از همه جهت داره به سمت بینقد میره، قانونش با قوانینی که تو الان داشتیم تفاوت داره. یعنی اینکه فرض کنین که چنین مداری داریم از همه طرف داره به سمت بی‌نهایت میره و گفته مقاطع معادل رو از دو سر آ و بی پیدا کنید، این آ و این بی. قانون تحلیل این مدارات برای کامپیوتر چرا شاید بدن؟ این که راحته چیز نداره، اونا هم بدن نمش تکراری، همین چند تا مثال بلد باشید یه غیر از این چیزی نیست. اگر چند طرف داره به سمت بینایت، این صفحه آخر همونه هم طرف به سمت بینایت بیره، قانونش اینه که شما یه منبع VAT با جریان 1 آمپر به گره آ اعمال میکنی، 1 آمپر هم از بی خارج میکنی. قانونش اینه، یعنی من یه منبع VAT با جریان 1 آمپر به گره آ اعمال میکنم، جدا دو مرحله، یه بارم 1 آمپر خارج میکنم. یعنی اینکه 1 آمپر که داره وارد میشه به گره آ چند تا شاخه داره میبینه؟ 6 تا شاخه، تقسیم بر 6 میشه این جریان. یک بارم 1 آمپر خارج میکنی، یعنی دوباره 6 تا شاخه هستن که میخواد 1 آمپر رو بسازه که میشه 1 ششم هر کدوم. یعنی شما یعنی برای تست که میذارین رو سر، دو بار جریان رو حساب میکنی و اینا رو با هم جمع میکنی. یعنی آر آبی وقتی کیویر میزنی، وی ای تی برابره با چی؟ 1 ششم ضرب در این مقاومت دومی که حالا سوال داده دوم. این یک ششم باید در نظر بگیری، تو رو با هم جمع میکنی و در دوم ضرب میکنی. این مدارات قانونش با مدار قبلی فرق داره. یعنی اگه شما مدارات از دو طرف به بی نهایت نمیرفت، وی ای تی رو از این دو سر پاسی حساب بکنی، فرض کنید که مدارم این بود، حالا اینجا هم مثلا یه مقاومت گفته بود آقا اینجا B، اینجا هم A، بسون و اینا هم نداریم، فرض کنید بسون نداریم، شما اومدی یه منبع VAT اینجا اعمال میکردی، جریان رو میساختی و یه KVL میزدی، ولی تو مدار که از چند جهت به بی نهایت میره دو بار بعد این جریان رو حساب بکنی، یعنی یک شما یک شما با هم جمع میکنی. چون داره از هر طرف بی نهایت میره دو بار حساب میشه. بله این هم از این تموم شد، بس تقارن تموم شد. اگه کسی سوالی داره بپرسه، اگر امنا که انشاءالله ما جلسه بعدی میخوام یک تصمیم بگیریم با هم دیگه. ما دو تا بحث باقی مونده، یکی انتقال توان ماکسیموم و غیر خطی و بحث دیگه مادر دیفرانسیه. نظر من اینه که هفته ای آینده ما مادر دیفرانسی رو شروع کنیم، مرتبه اول هم بعدش به تب شروع میکنیم، غیر خطی و اونو فوق‌العاده بذاریم. برای کامپیوتر غیر خطی نمیاد، ولی به نظر من واسه برقی ها یه جلسه فوق‌العاده برای غیر خطی بذاریم که ما انتقال توان بذاریم قبل فازور. این کار هم میتونیم، حالا اون هم چیزی نداره، اصلا 5-6 صفحه است، انتقال توان چیزی نداره. میگم